درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید. حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. ما مخلص شما هم هستیم. بذارید حالا به اون حد نصاب نرسیده من اول تشکر بکنم، چون من دیروز تو برنامه قبلیمون از شما خواهش کردم که بر ما بنویسید از کجاها هستید. بعد امروز که داشتیم کامنت ها رو میخوندیم و بررسی میکردیم، دیدیم از اقصانقاط کشور و اقصانقاط دنیا ایرانی ها بیننده برنامه ما هستن. این باور کنید باعث افتخار و خوشحالی ماست. دست تک تک شما رو میبوسیم، مخلص شما هم هستیم. شیمی بلا این سر رو بخوره، یعنی بلاتون رو سر ما. خیلی لطف دارید از اینکه پای برنامه ما میشینید، ما رو مثل همیشه مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید. میگن دیگه بالای منبر نرو، برو سر اصل برنامه. خب اگه موافق باشید من کامنت ها رو ببندم و بریم برنامه امشب رو شروع بکنیم. بله، خب عرضم به حضور شما، اول برنامه رو گفتن خیلی با پر انرژی شروع کن، چون دیروز یک خبر بسیار خوبی به گوش همه ما رسید. این خبر خیلی زود پروموت شد تو کل کشور، تو کل دنیا، نزد ایرانیای دنیا، و اون خبر خبر آزادی پسر ایران یعنی توماج صالحی بود. خودم به شخصه با شنیدن این پیام بسیار بسیار خوشحال شدم. این بچه تونست خلاصه با مقاومتی که در مقابل مزدوران رژیم جنایتکار آخوندی داشت، علیرغم اینکه خیلی شکنجه روحی روانیش کردن، خیلی شکنجه جسمیش کردن، به هر حال مدت‌ها در زندان در بند انفرادی بود و در سلول انفرادی بود و خیلی از نظر شخصیتی اذیتش کردن، اما این بچه پسر ایران، یک پسر قدرتمند، قوی، و نشون داد که یک ایرانی با اصالته. توماج صالحی پسر ایران پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس ناعادلانه، سرانجام روز گذشته به قید وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. من به خانواده ایشون، به ملت غیور ایران تبریک میگم. واقعاً با آزادی ایشون یک روح تازه‌ای به انقلاب زن، زندگی، آزادی دمیده شد. رژیم دیگه نمیدونست چه کار بکنه. وثیقه بسیار بسیار سنگین هم برای ایشون در نظر گرفتن که به خیال خام خودشون فکر کردن. خانواده، دوستان و عزیزانی که پیگیر کار ایشون بودن نمیتونن این وثیقه رو یه جورایی تودی بکنن، ولی خب انجام شد و پسر ایران روز گذشته به آغوش خانواده و به آغوش وطن خودش برگشت. ما یه بار دیگه تبریک میگیم به خانواده ایشون، به عزیزانی که زحمت کشیدن و پیگیر کار ایشون بودن تا ایشون هرچه سریعتر بتونه آزاد بشه. اما بریم موضوع بعدی برنامه امشب، که همینطور شما، البته شما که عرض میکنم، عزیزانی که از جامعه کارگری هستند و خیلی وقت بود منتظر بودند و وزیر ناوزیر جناب آقای سلط مرتضوی وزیر کار به اینها قول داده بود که ما در شورای عالی کار آینده که 29 یعنی فردا دوشنبه قرار بود انجام بشه در گرگان، من شاهدم دیگه، این فیلم میدم که گذاشتیم از ایشون، رفته بودن نهار خوران، چند صد تا جگر رو نمیدونم کوفت و زهره ما رو، کباب و چنجه و اینها سفارش داده بودن اونجا. کارگرها فهمیدن که آمده اونجا، یک تجمعی داشتن، این آمد در بین کارگرها و قول داد که ما در 29 یعنی در شورای عالی کار ما حتما کاری میکنیم که این بحث حقوق شما درش مثلا دست برده بشه، افزایش حد اقلی بهش داده بشه. علارغم اینکه این وزیر ناوزیر قول داده بود به کارگران، من امروز یک خبری رو شنیدم و واقعا ناراحت شدم و فکر کنم الان دیگه وقت اینه که کارگران عزیز ما، وقتی برای شما هیچ ارزشی قائل نیستن، وقتی قول میدن سر قول خودشون نیستن، چرا شما باید سکوت بکنید و با حد اقلی ها از شما حد اکثر استفاده رو ببرن؟ رو سختی کار، رو خب بس کارگری اسمش روشه دیگه، چرا شما باید الان دیگه سکوت بکنید؟ به نظر من مثل جامعه پرستاری، مثل
عزیزان ما در شرکت نفت که الان هر روز به کف خیابان‌ها میان تا حصول نتیجه، شما هم دیگه باید وارد خیابان‌ها بشید تا بتونید حق خودتون رو بگیرید. میدونید چرا؟ برای اینکه فردا در شورای عالی کار، بذارید من از رو بخونم، فردا نشست شورای عالی کار، علی‌رغم قول وزیر کار افزایش حداقل دستمزد کارگران از دستور کار نشست حذف شد. بعد پدر مادرتون لعنت. بعد به من اینا میگن که چرا به اینا فوش میدی، کار خوبی میکنن واقعا. بعد پدرتون لعنت، بعد پدر مادر این وزیر کار لعنت، اون حرام زاده بلند شدی با پول این مملکت بلند شدی رفتی استان گلستان، اونجا جلسه نمیدونم چه کوفت و زهرماری داشتی، برای نهار تو رو برداشتن بردن اون منطقه توریستی نهار خوران، 150 تا 200 تا سیخ کباب سفید، کجا فرو کردی اینو حرام زاده؟ این سیخا رو به کجایی تو چقدر گشادی مگه؟ بعد همونجا مگه تو نیومدی با لبخند و موزیانو و با حیله‌گری به کارگرها گفتی لطفاً شعار ندید، سکوت بکنید، ما در شورای عالی کار حداقل دستمزد شما رو حتما افزایش خواهیم داد، همین حداقل رو فردا که جلسه شورای عالی کار یعنی 29 از دستور کار خارج کردی. کارگران و شوراهای کارگری و اینها اصلا نباید تحت هیچ شرایطی دیگه سکوت بکنن. وقتی دولت شما رو سر کار میذاره، وقتی وزارت کار که باید پشتیبان شما باشه اینجوری با حیثیت شما بازن، اونا اون بالا نشستن، ما این 200 میلیون 300 میلیون پشت دست، هزار تا کسافت کاری و زد و بند و باند و راند دارن، اونها با خورد و خوراک خودشون تیلیاردن اصلا برشون مهم نیست. ولی توی کارگری که امروز از آب و فاضلاب به من زنگ زدی و میگی که ما هنوز 6 ماه به ما حقوق ندادن، خب توی کارگری که از صبح تو رو میفرستن کف خیابون زمین رو بکن تو این برف و بوران و اینها، بعد میخوام بیان حالا یه لطفی بکنن حداقل دستمزد تو رو بالا ببرن، اینجوری تو رو سر کار گذاشتن، اصلا کلا فردا از دستور کار خارج کردن. شما تشریف بیارید از فردا کف خیابان‌های شهرهای خودتون و حق خودتون رو فریاد بزنید. عزیزان اینها دارن حق شما رو میخورن و حق گرفتنیه. اینکه سرتون رو بیارید پایین، اینها فردا بیشتر میزنند و شما رو به تای زمین فرو میبرند. پس حق گرفتنی و برای گرفتن حقتون به کف خیابون ها بیان. امروز ما دوباره اعتراضات داشتیم. وضعیت کشور تحت هیچ شرایطی عادی نیست. اصلا این کشور ایران با حکومت جمهوری اسلامی و با مدیریت این دولت پشمکی شش کلاس سواد رئیسی اصلا عادی نیست، کاملا غیر عادیه و آبستن حوادثه. هر لحظه امکان سرنگونی این رژیم جنایتکار آخوندی، چه از نظر دیدگاه بین المللی چه از نظر دیدگاه داخلی، دور از تصور نیست. امروز ما یک عالمه دیگه تجمع داشتیم در کل کشور، این تجمعات هی داره قطره قطره جمع میگرده، یهو یه سیلی میشه دهن خامنه ای رو سرویس میکنه. تجمع اعتراضی پرستاران استانهای یزد و گیلان و تهران و سمنان و مازندران و اوه، امروز خود دبیر کل این پرستاری میگه ما 100,000 تا پرستار کم داریم برای کل بیمارستان‌های کشور، 100,000 پرستار کم داریم. الان یکی تصادف میکنه، یکی از درخت میافته، یکی رو برق میگیره، یکی رو سگ میگیره، یکی رو چه میدونم پشه میزنه، وقتی میرن بیمارستان یک پرستار باید به 10-15 تا مریض در آن واحد یا حادثه دیده در آن واحد رسیده. این تو کل دنیا قفله، در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا تو اون آفریقاش هم قفله که یک پرستار در آن واحد 15 تا مریض رو رو تخت بیمارستان بخواست تا بابا اینو میگیره اون میمیره، اونو میگیره اون اکسیژنش میره، اون یکی رو میگیره این وقت آمپولش میره، اینو میگیره اون وقت قرصش میره. آخه مگه میشه یه پرستار مگه چند تا دست و پا داره که بتونه به همه برسه؟ جمهوری اسلامی داره اجحاف میکنه، یعنی بنز ببخشید عامیانه تو کف خیابون میگن طرف داره تا دسته فرو میکنه. تو حداقل حقوق رو داری به اینها میدی حرامزاده، بعد بیشترین بیگاری هم داری از اینها میکشی.
نتیجهش چی میشه؟ امروز روز پرستار بوده، در تمام دنیا دستگل میگیرن، پرستارا رو میبرن کنسرتی، گشت و گذاری، سینمایی، رستورانی. مال ما بنده های خدا نصف حقوق گرفته، نصف رو نگرفته، سنوات رو اصلا نگرفته، عقب افتاده ها بود دیگرد و اینا رو نگرفته. امروز کاغذ به دست با زن و بچه و پیر و جوان آمدن کف خیابان، تجمع اعتراضی دارن و به حقم هست. میگه آقا دهن ما رو سرویس کردید، پیر شدیم، پرستارای 30 ساله ما 300 ساله نشون میدن. میگن آقا لاقل حق ما رو به ما بدید. تو استانهای یزد و گیلان و تهران و سمنان و مازندران و گرستان و حرامزاده ها شما دهن اینا رو سرویس کردید. لاقل اینا که الان نمیگن برید 4 تا نیرو بردارید بیان. میگه آقا باشه، این حمالی پرستاری که نیست، تمام دنیای کلاسی داره پرستاری برای خودش. مردا رو میگن یه 4 ساعت شیک و مدرسی بیا برو تو بخش، 4 تا آمپولی، 4 تا قرصی، 4 تا رسیدگی، 4 تا لبخندی، بعد بیا برو استراحت بکن. اما تو کشور زنگار زده و پشمکی ما با مدیریت این 6 کلاس سواد احمق، پرستاران ما باید روزی 8 ساعت کار بکنن، 800 ساعت خروجی کار دارن. خدا شما رو لعنت بکنه. بعد میان عوضی که از اینها تشکر بکنید تو روز پرستار، امروز از اداره اطلاعات نیروهای کثیف مزدور و آشغال که اصلا من نمیدونم این یک مادرها و 40 پدرای امنیتی از کجا اومدن. آیا شما این فک و فامیلتون پرستار ندارید؟ فک و فامیلتون ایرانی نیستن؟ حرامزاده ها تکون میخوره، دوربین برمیدارید میبرید از اینا فیلم و عکس میگیرید، اینا رو شناسایی میکنید، شب زنگ میزنید الو ما امروز شما رو دیدیم در کف خیابان تبلیغ علیه نظام، علیه اقدام علیه امنیت. بر پدرتون لعنت، 80 میلیون اقدام تبلیغ ضد انقلاب، فقط شما با انقلاب و شما یاران آقا امام زمان و امام زمانتون قرار بود با اسب سفید از بالای ابرها بیاد با یه شمشیر بزنه کمر اونهایی که دارن ظلم میکنن. خواهی چرا بلند نمیشه با اون اسب سفیدش نمیاد؟ و اولش بیاد میزنه کمر خامنه ایو، بعد میزنه گردن اون بوفکور علم الهدا و اون گورکن خاتمی و بعد این رئیسی بدبخت. و چرا نمیاد؟ شما هی میگید این جمعه میآید، 44 سال ما رو سر کار گذاشتی، هی این جمعه میآید، اینجا سر سرا گیر کرده، اسبش چلاق شده، داره پیاده میآید و میرسد. با این جفنگیات میخواین از این به بعدم حکومت بکنید؟ نمیکنید. این نسل جهش یافته جدید که آمدن نه شما رو قبول دارن، نه اون اسب سفید رو، نه این خرافات رو قبول ندارن. به زودی چنان شما رو سردگون بکنن، نه شمشیر میخوان، نه اسب سفید، نه از ابرها، از روز زمین فرو میکنن تا دسته. حالا ببینید، خب تجمع نیروهای قراردادی وزارت نفت، اونایی که استخدام هستن، اینها هم آمدن وزارت نفتی‌ها. اعتراضات کارکنان شرکت آب و فاضلاب و خوزستان و گیلان، 6 ماه حقوق بهشون ندادید. آقا غفل مرد الان تو این وضعیت حقوق میگیره، نمیتونه کرای خونه رو سالم بده، یک سه تا رو رد میکنه، یکی رو میده. صابخونه هم حالا لطف میکنن، بعضیا انسانن، میگن آقا وضع خرابه چیکار کنی باشون را بیه. نمیدونم خاربار فروشی سر محل دیگه از قبلا مثلا یه دفترچه 20 برگ داشت قسطی میداد، میگفت بیا شیر ببر، نام ببر، کره ببر، اینجا مینوشت. الان اون 20 صفحه شده 2000 صفحه. دیگه ببین وضعیت چقدر خرابه. بعد تو نمیای 6 ماه حقوق اینها رو نمیدی، همه هم بودجه ها رو میگیرید یکی یکی دزدی میکنید. همین چند هفته پیش بود دیگه، مدیر کل آب و فاضلاب گیلان رو چند میلیارد نمیدونم قرارداد پشت دست به سر بست و دزدی گرفتن، چون حق امام رو نداده بود به امام جمعه و اینا، دزدی کرده بود پول دزدی رو به اون حرامزاده ها نداده بود، گرفتن انداختنش بیرون، یه دزدی دیگر آوردن، اینم الان 6 7 ماه حقوق اینها رو نداده. تجمع کارکنان ستاد مناطق نفخیز جنوب در اهواز، میبینی این تجمعات و اعتراضیات داره میره سمت نفت که خیلی خوشحال کننده است. اونجا بره اونا در سوراخ رو نگه دارن، خامنه ای دیگه گیر پاچ میکنه، که امیدوارم هرچه سریع تر این اتفاق بیفته. خب بریم موضوع بعدی. بفرما. آزادسازی قیمت بنزین امروز رسما اعلام شد. امروز رسما. من البته به این عزیزان من تأکید کردم که امروز کار شما درست نبود، کل گزارش رو آمدید گذاشتید باب میل رژیم آخوندی بود. آمدن تو گزارششون گفتن بله ما قراره
بنزین و یارانه‌ای داخل کارت تمام مردم بریزیم و از این به بعد مردم با پول بنزین حال کنن. حرامزاده ها، شما بنزین یک هفته رو میخوان بریزید، سه هفته مرده بره آزاد تو پاچش بره، ولی از اون ور بیاین کالای اساسی و کوفت و زهرمار و قیمت اتوبوس و تاکسی و فلان و اینا رو چندین برابر که تا اونجا نمیرسه. نگاه، من منتظر وقت بودم، همیشه هم به عزیزان من گفته بودم که مردم منتظر باشید وضعیت نرخ بنزین، یعنی این وضعیت آزاد شدن بنزین مشخص شد، یعنی سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. اینا هم نمیخواستن اینو، میدونه که تا سال 1403 هم به دولت فرصت دادن، اینا هم نمیخواستن این کار رو بکنن، کفگیرشون به ته دیگ خورده، پول ندارن. پس چیکار باید بکنن؟ جیب من و شما بزنن. 44 سال از جیب ما دزدی کردن، بازم میخوان دزدی بکنن. با کمال پررویی آمدن، خیلی جالبه، این رو گفتن: کمیسیون تلفیق برنامه هفته با توزیع یارانه‌ای انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی اروای آقا جان موافقت کرد. فریب، نیرنگ. اعضای این کمیسیون به دولت مجوز دادن تا پایان سال 1403 اقدام لازم برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان از یارانه انرژی را انجام داد، به طوری که یارانه حامل‌های انرژی مانند بنزین بر اساس شماره ملی بین مردم توزیع شود. خب این کلاهبرداریه دیگه، این دزدیه. نگاه، تو تمام دنیا مردم تا یه چیزیشون میشه میرن متوسل میشن به دولت که دولت به اینا کمک بکنه. آقا ما تو مملکت ما تا یه چیزی میشه میگه فرار کنید، پلیس داره میاد، نیرو انتظامی داره، چون میدونن اینها همه دزد و حرامزاده و کلاش و پستن. به قول یکی میگه آقا ما پری روز خواهر ما بلند شد و رفته بود، همسرش متاسفانه مشکل اعتیاد پیدا کرد و شیشه مصرف میکرد، شبا تازه از 12 شب همه میخوابیدن، این بلند میشد رقص بندری میکرد، دیگه خواهر ما خسته شد و بود گفت من فردا میرم از نیروی انتظامی اون کاراشو انجام بدن برم دادگاه و فلان. میگه از نیروی انتظامی که ورود کرده علیرغم اینکه چادر گذاشته فلان، از دم در گروبان، افسر نگهبان، سرباز دم در به شماره داده تا افسر نگهبان و تو سرباز همراه و کادر و کوفت و زهرمان، بعد تازه هم رفته پیش وکیل و قاضی و نمیدونم کدوم خری در قوه قضاییه. مرد میگه از زیر کشوش کارت در آورده، گفته این حالا نگهدار، ما امشب صحبت بکنیم ببینم درد چیه و اینها، من دو راه برات میذارم، یه دونه راه که خیلی سریع بتونی طلاق بگیری اگر با روش من پیش بری. با روش من چیه؟ به تو ژیلا با ویلا با ژیلا، منو تو وردار اینو ببر اونجا. این روش اول این حرامزاده هاست که بحث خدا و اسلام اینا میان قبل از که قاضی بشن دست رو قرآن میذارن، میگن ما تمام چی میگن فرامین قرآن رو، تو قرآن بهت گفته لنگ مردا رو بدی بالا بی پدر حرامزاده، اگر اون قرآن گفته که اون قرآن نیست، کتاب داستانه. خب میگه دو تا روش دارم بهت یاد میدم، روش اول اگر با روش من پیش بری چند ماه طلاق، روش بعدی دیگه خودت میدانی، خودت میدانی. اینها رو آمدن یک قدرتی به اینها در قوه قضاییه دادن، دیگه دارن میچاپن. میدونی گلاگشنه ها رو قبول میکنن تو قوه قضاییه، آدم درست حسابی و سالم رو تو تالا اونجا دیدی؟ یک مش کینه‌ای و عقده‌ای و حرامزاده که تا دوران دیپلم بگیرن میمالیدن به اینها، الان یک پستی گرفتن دارن سعی میکنن اون جبران اون سالها رو بکنن به همه بمالن. خب نهایت هم بیلاوارسشون و قانقاریا میگیره، سیل میگیره، سرطان میگیره، به مرگ غیر طبیعی میمیرن. بر پدرتون لعنت. خب این بود. خب این مملکت ما، این کشور ما، این نیروی انتظامی ما، اینم طویله مجلس ما که آمد آخرین تیرم بر پیالت، آخرین تیر نیست، تیرش الان تو قسمت بعدی خدمت شما خواهم گفت. ما میخواییم بنزین یارانه‌ای بدیم به مردم. شما تو این 44 سال کی به مردم لطف کردید؟ این دومین بار باشه. شما هر وقت گفتید مردم بیاید میخواییم به شما لطف بکنیم تا دست فرو کردید، یعنی مردم شک میکنن. باور کن، شما امروز هر چیزی رو که میگید مردم عکسش رو عمل میکنن. شما در این سالها هر بار آمدید گفتید که نه اصلا گرانی نداریم، نرخ ارز بالا نیست، فلان نیست، 24 ساعت بعد هم گرانی بالا، هم نرخ ارز بالا میره. خدا شما رو لعنت بکنه که دست پینیکیو رو از پشت بستید. حالا قسمت بعدی برنامه ما، نمایندگان طویله مجلس در آخرین خیانت خدا. آخه میدونی من خندم میگیره به این خاطر، به خدا آدم میدونی دیگه از گریه گذشته من خندم میگیره، یعنی ما پیام اینجا میشینیم یک بار تا حالا من نشده
بگم که مثلا این دولت آمد این لطف رو در حق مردم کرد، آقا دمتون گرم، از حق نباید بگذرم. من آدمیم به روح پدرم قسم، اگر منطقی باشه، اگر یه چیزی درست حسابی اینها انجام داده باشند، من میام اینجا میگم، میگم آقا واقعا اینها این کار درست انجام دادن. این حرامزاده ها اینقدر که نطفهشون کثیف بوده تا الان یه دونه کار سالم برای مردم انجام ندادن. بیا اینا تا چند وقتی دیگه رأی مردم رو به حساب میخوام. ببین این حرامزاده در آخرین لحظه نمایندگیشون در مجلس چه طرحی رو تصویب کردن. نمایندگان طویله مجلس در آخرین خیانت خود به مردم سن بازنشستگی را افزایش دادن. این طرح به نفع دولت و به ضرر بیمه پرداز است. میبینید؟ این حالا خیلی داستانش زیاد بود، ما اینو کلی نوشتیم. فقط من اینقدر به شما بگم، حرامزاده ها نشستن گفتن که آقا ما 30 ساله این مردم رو بازنشست میکنیم، اینها همشون انرژی دارن تا از این به بعد 30 سال دیگه زنده میمانن و به دکتر و فلان و اینها میرن، پولشو ما باید بدیم. خب بی پدر، 30 سال برای شما حمالی کردن، خون و جگر خوردن، کار درست حسابی تو مملکت سالم که شما به کسی حقوق ندادید، 30 سال زحمت کشیده، از این به بعد وظیفه توه، 30 سال پرداختی داشته به شما، پول بیمه خودش رو داده، آمدید رفتید تو گروه خودتون نشستی گفتی نه اینها جان سخت هستن، بعد از اینکه بازنشست میشن 30 سال دیگه از این به بعد زنده. یعنی نظرتون چیه حرامزاده ها؟ دوست دارید مردم به محض اینکه بازنشست میشن فردا برن کف قبرستونی بخوابن که شما یه 2 ماه 3 ماه 4 ماه حالا 4 سال نخواهید پول بیمه و نمیدونم دوا و دکتر اینها رو بدید؟ شما واقعا آدم های کثیف ضد ملی هستید. جالبه، من دیدم امروز تو همین تر اومدن گفتن آقا گیر بدیم به دهه 80 ها، یعنی از دهه 80 ها استخدامی رو از این به بعد تا 43 سال 42 سال باید اینها بیان کار بکنن. 30 سال، 35 سال رسید به 42 سال، یعنی درست دارن طوری برنامه ریزی میکنن تا زمانی که زنده ای تمام خرج پرج مرج پرج درج همه با خودت باشه، بعد از 43 4 سال دیگه چیزی از آدم نمیمونه که، دیگه همش اوراقی استوک میشیم دیگه. یعنی بعد از اینکه بازنشست شدیم میگیم آقایان من امروز بازنشست شدم، هفته ای دیگه بیاین مراسم سوم من مسجد بالا محله فومن. دیگه همینه دیگه، خدا شما رو لعنت بکنه که یه دونه کار درست نکردید. من یه روز بیام اینجا بشینم یه صحبت درست حسابی بکنم. خیلی از من پرسیدن آقا این چرا در مورد آقای کونچونتانگ رئیس جمهور چین که سفر کردن به آمریکا، البته کونچونتانگ نیست دا، این اصطلاح ایرانی شو من گفتم، اسم خودش بذار ببینم چیه، سفر آقای، حالا اینجا نوشته است میخونم دیگه، اینا اسمشون انقدر تخمی تخیلی آدم نمیتونه حفظ بکنه. به من گفتید که چرا این سفر مرد رئیس جمهور چین رو به آمریکا هیچ پوشش ندادی، نگفتی اینها رفتن قراره چی بکنن چی نکنن. آقا اینها آقادایی جناب آقای خامنه ای بودن. خامنه ای بعد از امید داشتن به جناب آقای پوتین اسقف اعظم در روسیه که از اون دیگه دلش سرد شد، گرفتو دونه آلوی آقای کونچونتانگ در چین رو، میگفت دیگه از بعد آقادایی ماست تمام مردم ایران دیدشون به سمت چین باشه، قورباغا بخورن ملخ بخورن اشکالی نداره دیگه، الان ما با چین دیگه آقادایی دیگه مشکلی نداریم، حلال حرام و فلان و وا بده همه یه سفره پهن بشینیم بزنیم بخوریم. این مرد هم اومد چیکار کرد؟ سر این بدبخت احمق رو که خودشو ولی امر مسلمین جهان میمونه ارواح آقا جان، سر اینو گوش مالید، سر اینو یه چیزی مالید، بلند شد رفت با جناب آقای گوزو بایدن نشست تو ایالات متحده. ببین چه افاضاتی فرموندن. اینجا نوشته چه خبر از سفر رئیس جمهور چین به آمریکا، کشوری که خامنه‌ای و مزدورانش بعد از روسیه آن را آقادایی خطاب می‌کردند، در آمریکا و در جمع شرکت‌های بزرگ فناوری و سرمایه‌گذاری گفت ما به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه جهان یعنی چین و بزرگترین کشور توسعه یافته جهان یعنی آمریکا با یکدیگر دوست و برادر بوده با هستیم و خواهیم بود. ما این آقادایی ما، خامنه‌ای دشمن آمریکاست، بعد میگفت این دوست ماست چین، چین الان رفته میگه اون برادر بزرگ ماست،
اون توسعه یافته است، ما در حال توسعه هستیم و دوست برادر هستیم و خواهیم بود و فلان و اینها. شکست دیپلماسی بعدی، این گند و گوز هم دیگه چه کار بکنیم، هر جایی هم که دست میذارن لامصب به 6 ماه نمیکشه، اینجوری بین مردم رسوا و بدبخت میشن. بله عرض میکردم خدمت شما، آماده ایم شریک خوبی برای این شرکت، برای این کشور باشیم. چین هرگز علیه ایالات متحده اقدام نمی کند و هرگز در امور داخلی آن دخالت نمی کند. چین دنبال حوزه نفوذ و علاقه به جنگ و اینجور مسائل با آمریکا ندارد. یعنی تکلیف رو مشخص کرد، گفت اصلا خامنه ای به یه بره، ما اصلا یه آدم نیست، ما خامنه ای رو فقط برای سوء استفاده میخواستیم، استفاده هامون هم بردیم، گوشش هم کشیدیم، برش داشتیم بردیم تو عربستان و تو چین و اینها، چند تا معاهده امضا کردیم، گفتیم از این به بعد تو دیگه نمیتونی سمت عربستان تهدیدی داشته باشی، از این به بعد دیگه نمیتونی تو منطقه کشتی ها رو بدزدی و دیگه و فلان و بسار، همه امضا به امضا رو گرفتن، زد در بکنه خامنه ای، گفت حالا برو دنبال خودت، برای خود مرثیه بخون. تموم شد. یه سفر خیلی پرباری بود، رفت موازه، من گفتم دیگه این قبل از که سفر بکنه به آمریکا، گفتم آقا این توش داشت تو خاورمیانه برای خوش شیک و مجلسی قراردادها رو میبست با آرامکو تو عربستان، با نمیدونم این بر اوکراین، با غم همه جا چین. بعد آمریکا دید نه، من منطقه رو خاورمیانه رو خالی گذاشتم، همه ادوات نظامی و تسلیحاتی خودم رو برداشتم بردم، این داره میخوره، بهش زنگ زد گفت بیا اینجا حق امام رو بده. اینم بلند شد رفت اونجا، گفت دمت گرم، زیر دریایی آوردی، ناو دریایی آوردی، بیا تو بازم اوستایی، من کنار تو هستم، با هم بخوریم. تموم شد، حرفاش هم زد دیگه، رسما هم اعلام کردن. خب حالا چند کلمه از مادر عروس. مادر عروس کیه؟ همین علی گدا. ببین چی گفته: امروز در بازدید از آخرین دستاوردهای نیروی هوای فضای سپاه پاسداران، مردم ما ندارن بخورن. یه نان و پنیر رو میگن دیگه الان لاکچه، خوراک لاکچری، نان و پنیر و هندوانه خرید لاکچری شده. بعد مادر عروس اومده گفته علی خامنه‌ای در بازدید از آخرین دستاوردهای نیروی هوا و فضای سپاه و پاسداران، هرچی پول داریم رفت برای موشک و پشمک و اینجور چیزها. شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت هست. نگاه، یا این خلوچله، خدا وکیلی دارم میگم، این حرف، این جمله، جمله یک آدم سالم نیست. من نمیدونم این سرطان گرفته آلوپالوهای کمر به پایینشو، این چرا بالا مشایره خودشو از دست داده، این چه حرفایی میزنه؟ امروز اومده اونجا از تیر و تخته بازدید کرده، گفته که شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت است و این شکست تا قرنها در اذهان خواهد ماند. ای دادول، مرد شمال غزه رو شخ زده، میگه آهای کشاورزانی که در ایران بیکار هستید و هندوانه باغ دارید، خربوزه میکارید، خلی و آلوچه میکارید، بلند شید بیان اینجا، این باغ و این غزه مال شما، ما کلن اینجا رو شخ زدیم، خار مادر مردم اینجا و اون تروریست های حماس و صلوات دادیم، بیان اینجا بکارید، کشاورزی بکنید. بعد تو برگشتی میگی شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت است. خالیپن دروغ و ولی امر شیاطین دنیا. آخه عیب نیست با اون کلاه پشمکی که رو سرت گذاشتی، با اون قیافه تخمی تخیلی، عیب نیست اینجور مزخرفات بیاین میگی که امروز من اینو گذاشتیمش تو این اینستاگرام، آقا رضای ما زحمت کشید گذاشت تو اینستا، من زیدم 2000 تا کامنت خواهر مادر به طرف تو، ای به خودت رحم نمی کنی، به خواهر مادر خودت رحم کن. آقای حمام منصوری، آقای جتون، تو در حد و اندازه همون حمام منصوری خدا وکیلی، تو رو کی آورد اینجا رهبر کرد؟ یه دست بیل ما میذاشتیم اونجا، الان وضعیت کشور ما به مراتب خیلی بهتر بود. یعنی یه جاروی شهرداری از این سبورا میان جارو میگشند و به جای رئیسی میذاشتیم، یه دست بیلم به جای تو اون بالا میذاشتیم. الان وضعیت دیپلماسی ما، داخل کشور ما، اقتصادی ما هم خوب بود خدا وکیلی. اومدی شکست رژیمش صهیونیستی در غزه یک واقعیت است. کدوم واقعه؟ آخه شدی این مرد هیتلر بود تو باتلاق روسیه و اون جنگ تا خرخره همه داشتن میمردن از سربازاش، میگو ما جهان رو تسخیر کردیم تمام شد فلان، تو الان شدی مثل اون مشنگ، آقای مشنگ. نمیدونم والا چه باید بگم،
آدم تعجب میکنه. همین اسکل هفته قبل گندش در اومد که به پای اسماعیل هنیه چسبیده بود که آقا جان مادرت، حالا هر رایزنی داری قطر بدر این بر برو بگو اینا جنگ رو تموم کنن، این جنگ دامن من و خرس الله رو بگیره، دهن ما سرویسه، ما یه چند سال دیگه زنده این بذار زنده بمانیم، بعد که دیگه به مرگ طبیعی مردیم دیگه آبرومون نره که ما رو مثل قذافی تو لوله فاضلاب پیدا کردن. بعد اومدی میگی که نمیدونم شکست رژیم صهیونیستی در غزه یک واقعیت است. خب عرضم به حضور شما، بریم موضوع بعدی ما رو بذار زد تونتر حرف بزنم، چقدر موضوع داریم، من فکر کنم تمام شد برادر، این چیه؟ یک دو سه واو. خب آقا ساعتی قبل این اساطیر اسطوره‌ای یمنی حوثی‌های دامن به تن این کشتی گلکسی لیدر رو، گلکسی لیدر رو آمدن چیکار کردن؟ دزدیدن. خب یعنی زدن به کاهدون، برگشتن گفتن ما یک کشتی اسرائیلی رو زدیم، الان کاشف به عمل آمده که این کشتی کلن مال یک شرکت انگلیسیه، تمام اون 30-40 خدمه ای که توش بودن یا رومانی بودن یا ترک بودن یا هندی بودن یا فلان، بعد از ترکیه هم داشته میرفته بلای کجا؟ برای هندوستان، اصلا هیچ ربطی به اسرائیل نداشته. فقط چی بوده؟ تو اون شرکت انگلیسی چون سهامدار 20-30 سهامدار داشتن، سرمایه گذار داشتن، یکیش اسرائیلی بوده که به یه ور اون مرده هم نیست. خب الان دنیا آمده گارد گرفته که حوثی های یمن چه به چه جرأت آمدن یک همچین کاری کردن. جنگ اون ور سمت غزه و اسرائیل و لبنان و فلان، شما آمدید تو آب تو دریای سرخ یک کشتی تجاری رو زدید، میخواین دهن ما اقتصاد مملکت و اقتصاد دنیا رو ببرید زیر سوال، که همین الان دارن برنامه ریزی میکنن برای یک حمله مشترک بزنن این دامن پامن تنبان پنبان اینها رو بکشن. عرضم به حضور شما روز سرشون. موضوع بعدی، آها، آقای گوزو انقدر سکوت کرد، انقدر به این نیابتی های جمهوری اسلامی جواب نداد که همین امروز چند تن از جمهوری خواهان، یعنی از این مجلسی های سنا، چند تن از جمهوری خواهان و چند تن از این دموکرات ها آمدن توییت کردن که ما فردا، امروز که تعطیل دیگه استراحت، فردا پامون رسید به محل کارمون، خار مادر جناب آقای گوز بایدن رو صلوات میدیم. چرا؟ آمدن نشستن بررسی کردن، گفتن آقا نیابتی های تحت امر علی خامنه‌ای تا حالا 60 حمله، یعنی همین امروز هم اینها یک حمله کردن به کجا؟ اگر اینجا برای من دوستان، بله، حملات موشکی امروز به پایگاه العریر در اربیل عراق. سناتورها آمدن میگن که این حرامزاده، یعنی آقای بایدن ریاست ایالات متحده به ما حقیقت رو نمیگه، احتمالاً اونجا زخمی و کشته هم دادن که 4 تا رو دادن، اینها نگفتن، المیادین آمد اینو لو داد. خب میگه این حقیقت رو به ما نمیگه، تا حالا 60 تا از این نیابتی های جمهوری اسلامی با دستور علی خامنه‌ای حمله داشتن به مراکز ما، به مراکز حضور سربازهای ایالات متحده، کجا؟ در عراق و در اربیل و در سوریه و جاهای دیگه 60 بار اونها حمله کردن. تا این ساعت فقط آمریکا 3 بار جوابشون رو داده، تازه 3 بار هم جواب داده اومده گفته آقا ما مخلص شما هم هستیم دیگه، تمومش کنید اگه میشه، نزنید فلان نکنید، 3 بار جواب اینها رو داده و تا الان هم جواب نداده. به همین نتیجه اینها امروز آمدن توییت کردن که ما این روز تعطیل یک شنبه ما تموم شد، فردا رفتیم سر کار، این آقا رو باید بکشونیم. حالا خودش و معاونش و آقای آستین وزیر پنتاگون و وزیر دفاعشون و اینها رو باید حتما بکشیم به مجلس که بیان به سنا جواب بدن که شما دارید آبروی حیثیت ما رو میبرید. آقای پیزوری، آقا تو چجور رئیس جمهوری هستی که جواب اینا رو نمیتونی بدی؟ دیگه فردا کسی برای ما تره خورد نمیکنه. و مسئله آخر برنامه امشب که بی ربطم به کشور ما نیست، اینو بذار من بگم. از ساعتی قبل کانال‌های عبری، یعنی داخل خود کشور اسرائیل، آمدن یک جلسات محرمانه جناب آقای نتانیاهو رئیس دولت و دستگاه‌های امنیتی رو فاش ساختند،
گفتن اینها برنامه ریزی دارن میکنن برای حمله گسترده، اول به لبنان و بعد به جمهوری اسلامی. مشخصا اینجا نوشتن در لبنان حمله ارتش زمینی و هوایی قرار است صورت بگیرد، که امروز چند تا رو زدن اتفاقا به محل، به مقر اصلی لبنان توی شهر کوچکی بود، الان اسمش یادم نیست، اونجا رو زدن اتفاقا، که نمیدونم شهردار رو اونجا رو کشتن چی شد و اینها. و یعنی از امروز این استارتش داره یه جورایی نشون داده میشه. و جالب اینجاست، گفته در ایران در بحث خرابکاری و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی من امیدوارم، این رو از ته دل خواهانم جناب آقای نتانیاهو. اگر الان نشستی جلوی خونه لم دادی داری ما رو نگاه میکنی عزیز بزرگوار، بزن این زنگ و ما هستیم. 80 میلیون مردم ایران پشتتن. این منگل پنگولا رو بزنی، عقب افتاده ها رو، این احمق های نظام ما رو که الان برگشته گفتی که شما باختید، شکست خوردید، حماس پیروز شده، در اون سوراخ هاشون همه خفه شدن مردن ولی پیروزن نزد جناب آقای خامنه‌ای، از منظر جناب گدائی اونا پیروز شدن. لطفاً اگر قراره در بحث خرابکاری و حذف فیزیکی سران جمهوری اسلامی ایده و نقشه‌ای دارید، لطفاً اینو میدانیش بکنید که 80 میلیون مردم ایران، اینو جدی دارم از ته دل میگم، از شما تشکر خواهند کرد که تسریع بشه در پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی و سرنگونی رژیم خرچنگ نشان. اما این رو امروز من الان اینا رو داشتم میگفتم، حالا آقای نتانیاهو رو گفتیم اینجا نشسته و اینا، جهت مزاح بود، فان برنامه بود، ولی این رو وقتی گفتم یاد اون مقاله افتادم که چند روز پیش اون یه مرکزی بود، الان از روم میخونم، در مورد شاهزاده گفتن، گفتن ما وقتی شاهزاده رو دعوتش کردیم آمدن برای دیدار در کشور اسرائیل، فقط ایشون رو به عنوان یک شاهزاده دعوت نکردیم، به عنوان یک رئیس اپوزیسیون دعوت کردیم. و بذارید این آخر برنامه است، از رو بخونم که خیلی زیبا بود برای من، آدم یه ذره قابل تأمل، آدم میشینه در موردش فکر میکنه و لذت میبره. یاد مقاله مرکز اورشلیم برای سیاست عمومی افتادم که چند روز پیش نوشته بود سفر شاهزاده به اسرائیل برای ما از آن جهت حائز اهمیت بود که وی نه تنها به عنوان ولیعهد که به عنوان نماینده اپوزیسیون دعوت شده بود. به گفته این نهاد، شاهزاده رضا پهلوی در موقعیتی است که میتواند جایگزین آیت الله های وحشی جمهوری اسلامی باشد. من امیدوارم از ته دل، از خدای خودم، اون نه، این خدایی که اینجا بغل دل من هست، بغل قلب کوچیک ما هست، از این میخوام که واقعا یک کمچین اتفاق بیفته. من هر باری که حرف از شاهزاده میزنم انگار میل پرچم فرو میکنم تو یه جای این آخوندهای حرامزاده، میان حمله میکنن، کامنت میذارن، یه چیزهایی میگن که من میفهمم که حرفم حرف کاملا درست و به جاییه. من شیمید جانر بیمیرم، خیلی مخلص شما، خیلی خوشحال شدم امروز هم در کنار شما هستم. بعضی ها به من میگن آقا برنامه چرا اینقدر زود تموم میشه، آقا زود تموم نمیشه برای من 45 دقیقه اینجا میام حرف میزنم. خب حالا چون دیگه یه ذره برنامه تنوعشه دیگه، گزارش ها رو ما اونجوری با هم مخلوطی میدیم خدمت شما، یه ذره زود میگذره. ما کوچیک شما هم هستیم، مخلص شما هم هستیم، بذارید همین برنامه به همین اندازه پیش بره. خبر زیاده، خبر فیک هم زیاده، ولی ما میخواییم خبرهایی رو به سمع و نظر شما برسونیم که به درد شما میخوره. خبر بیایم بزنیم مثلا از تنبون اون پسر تتلو یا مثلا از فلان، اینا به درد شما نمیخوره. ما خبرهایی رو میذاریم که این روزها به درد شما بخوره و بتونید حد اکثر استفاده رو ازش ببرید. ما مخلص شما هم هستیم، فردا شب اگر عمری باقی بود ما در خدمتتون هستیم و همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.